سلام دکتر سبایی عزیز، با میدیم ایرکس خوش آمدین. امید را فایزی هستم. بحث ما را در مورد اناتومی بطن ادامه میتیم و در مورد لارج انتستاین بحث ما را ادامه میتیم. بالای کلون ها ما صحبت میکنیم، در تصویر در مورد کلون ها صحبت میکنیم، بعد بحث ما را ادامه میتیم. پس در مورد لارج انتستاین صحبت میکنیم. ببینین بعد از سیکوم ناحیه که آغاز میشه ایره به نام کلون یاد میکنیم. اینمی قسمت ها در کل تمام از یا به نام چی یاد میشه؟ به نام کلون ها یاد میشه و آغاز کلون ها از ناحیه سیکوم به بعد میباشه. بعد از سیکوم این ناحیه که آغاز میشه ایره به نام اسندینگ کلون یاد میکنیم. بعد از اسندینگ کلون ناحیه دیگر هست که این قسمت موجود می باشه، به شکل ترانسورس است. به این خاطر است که برای ترانسورس کلون یاد میکنیم. محلی که اسندینگ کلون با ترانسورس کلون وصل میشه، اینی ناحیه، اینی خمیدگی یا انحنایی را که در اینجا پیدا میکنن، اینو برای چی یاد میکنیم؟ لفت کولیک فلکسور یا هم هپاتیک فلکسور یاد میکنیم. بعد از او ببینین ترانسورس کلون، بعد از ترانسورس کلون بالاخره دسندینگ کلون آغاز میشه و محلی که ترانسورس کلون و دسندینگ کلون ختم میشه این را به نام رایت کولیک فلکسور و یا هم سپلینیک فلکسور یاد میکنیم. بعد از دسندینگ کلون ببینین دسندینگ کلون به طرف پایان سر کرد، بعد از او سیگموید کلون آغاز شد و سیگموید کلون بالاخره بر رکتوم ختم میشه و آخرش هم انال کانال یا انس میباشه. خب ببینید، پس آغاز از سکوم آغاز شد و بالاخره در رکتو سگموید جنکشن، محلی که رکتوم و سگموید کلون با هم دیگر وصل میشن، در این ساحت تمام از چی شد؟ در این ساحت ختم شد. اسندینگ کلون و همچنان دسندینگ کلون این دو دانه رترو پریتوانیال می باشن، یعنی خارج از پریتوان قرار دارن و ترانسورس کلون و سگموید کلون کس این دو دانه انترا پریتوانیال می باشن، یعنی در داخل پریتوانیوم قرار می داشته باشن. و ببینین در مورد کلون ها ما در این درس صحبت میکنیم در لارج انتستاین و تنها قسمتی که میمانه که عبارت از رکتوم میباشه و انال کانال میباشه. این دو دانه رو باز ما زمانی که در مورد حوصله صحبت کردیم در اوجه صحبت میکنیم، چون این دو قسمت که است مربوط به حوصله میباشه، مربوط به بطن نمیشه، مربوط به حوصله میباشه. خب ببینین در این تصویر در این قسمت نواحی است که در اطراف از دسندینگ کلون و اسندینگ کلون این ساحت در اون رفتگی یا خالیگاه های موجود می باشه که برنامه پاراکولیک گردر یاد میکنیم، رایت پاراکولیک گردر و لفت، یعنی اینی فرو رفتگی هایی که در اینجا موجود می باشه، خالیگاه های میان بریتوان و کلون ها که موجود است در این ساحه در اطراف دسندینگ کلون و اسندینگ کلون در لترالشان این رو برای پاراکولیک گاتر یاد میکنیم. خب بعد از او ببینین اینی ساحه اینی سیگموید کلون است که سیگموید کلون آخرین قسمت از کلون ها می باشه، شکل اسمانند را می داشته باشه و در پلویک انلیت ای آغاز میشه، بالاتر از پلویک انلیت. البته به خاطر از اینکه پلویک انلیت البته چی است؟ پلویک انلیت فوهی داخلی پلویس، قسمتی که دیگه از او صاحب بعد پلویس شروع میشه و را برام پلویک انلیت یاد میکنیم که بالاخره تا سویه فقره استری تا استری میرسه، تقریبا تا سویه استری اینمی سیگموید کلون تا کجا ادامه داره؟ تا سویه استری، یعنی تا این ساحه که سویه استری میشه تا این ساحه ادامه داره که بعد از او باز در قسمت رکتوم آغاز میشه. در این ساحه از استری به بعد چی آغاز میشه؟ از استری به بعد رکتوم آغاز میشه و رکتوم که است یک ریترو پریتوانیال استرکچر است، یعنی چی است؟ در خارج از پریتوان قرار داره و بعد از او انال کانال می باشه که پایان تر از رکتوم هم انال کانال است. پس این شد در مورد اینها. و آخرین چیزی که می خواهیم در مورد از یا بگویم این است که ببینین این قسمت که لفت کولیک فلکسور می باشه، اینی از کلون ترانسورس کلون، اینی دسندینگ کلون است، درست است؟ این قسمتی که دو دانه با هم دیگر وصل شدن لفت کولیک فلکسور، لفت کولیک فلکسور توسط یک لگامنتی که برنامه فرنیکو کولیک لگامنت. ببینین این قسمت نوشتم از فرنیکو کولیک لگامنت. فرنیک به معنای دیافرام می باشه، کولیک به معنای کلون ها می باشه، لگامنت هم چین خوردگی های پریتونی یا پریتونال فولتس می باشن که باعث اتصال لفت کولیک فلکسور به دیافرام میشه. این لگامنت لفت کولیک فلکسور رو به چی وصل میکنه؟ به دیافرام وصل میکنه. همچنان ببین در این ساحه لگامنت های دیگه هم موجود است، پانکراتیک و کولیک لگامنت که باعث اتصال کلون ها با پانکراس میشه، همچنان سپلینو کولیک لگامنت که باعث اتصال کلون با سپلین میشه. یعنی این لگامنت های دیگر هم هستن که در این قسمت موجود میباشن. و همچنان گپ دیگه ای است که لفت کولیک فلکسور نسبت به رایت کولیک فلکسور نسبتا بالاتر قرار داره.
و توسط نیم لگامنت ها هم در جای خود چی شدن؟ تثبیت شده. قسمی که در تصویر در مورد کلون ها صحبت کردیم، کلون ها بعد از سیکوم آغاز میشن. بعد از سیکوم کس در این قسمت کلون ها وجود دارن و کلون ها شامل اسندینگ کلون می باشه که بعد از سیکوم اولین کلونی که آغاز میشه و اسندینگ کلون است. که بعد از اسن کلون ترانسورس کلون که محلی که دو دانه با هم دیگر وصل شدن رایت کولیک فلکسور در روسا هم موجود می باشه و دسندینگ بعد از ترانسورس کلون دسندینگ کلون آغاز میشه. بعد از دسندینگ کلون هم آخرین قسمتش هم سگموید کلون می باشه که در قسمت لترال اسندینگ کلون و دسندینگ کلون در قسمت ها گفتیم یک درون رفتگی موجود می باشه یا فرو رفتگی موجود می باشه که برام پاراکولیک گاوترز یاد میکنیم و سگموید کلون گفتیم که اس شیپ می باشه و شروعش هم در قسمت پلویک انلت می باشه و بعد زود در مورد ازی صحبت کردیم که اسندینگ کلون و دسندینگ کلون ریترو پریتوانیال هستن، یعنی در خارج از پریتوان قرار می داشته باشن و انتراپریتوان که هستن، انتراپریتوانیال یک ترانسورس کلون است و سگموید کلون است که برای شما گفته بودم که توسط میزانتری ها هم با پوستیر رو ابدومینال وال وصل هستن که یک ترانسورس میزو کلون بود و همچنان سگموید میزو کلون بود. حالا میم در مورد آرتریال بلاد سپلای اسندینگ کلون اول صحبت میکنیم. آرتریال بلاد سپلای of ascending colon. پس اولین قسمت که در موردش صحبت میکنیم خونرسانی ascending colon میباشه. ببینید برای شما بارها در موردش صحبت کردیم که بعد از اینکه در این ساحه از این قسمت thoracic aorta ختم میشه، بعد از thoracic aorta در اینجا چی آغاز میشه؟ abdominal aorta آغاز میشه که پایان تر از دیافرام در این ساحه abdominal aorta آغاز میشه. در ابدومینال آورتا در این ساحه یک ساحه موجود می باشد. ببینید یک شریان از این منشأ می گیرد در این ساحه که شریان به نام چی یاد می کنیم؟ سوپریور میزانتریک آرتری. سوپریور میزانتریک آرتری شریان از ابدومینال آورتا منشأ گرفت به نام سوپریور میزانتریک آرتری. خب سوپریور میزانتریک آرتری از سوپریور میزانتریک آرتری یک شریان دیگر منشأ میگیره. به این شکل ببینین این شریان از سوپریور میزانتریک آرتری منشأ میگیره و این شریان رو برام چی یاد میکنیم؟ الیوکولیک آرتری. الیوکولیک آرتری از الیوکولیک آرتری چندین برانش ها منشأ میگیره. خود دو برانش در عموم اول میته که یکی به نام سوپریور برانش است، این قسم یک برانش میته به طرف اولوی که به نام سوپریور برانش و یک برانش هم به طرف سفلی میته که به نام انفیریور برانش و انفیریور برانش از این باز چندین برانش دیگر هم میتن و چندین شعبه دیگر چی میشن؟ تقسیمات میشن. خب ما در اینجا دو شعبه از ایره کار داریم، دو برانش از ایره، به این شکل دو برانش از ایره، دو برانش دیگر میتن انفیریور برانش از ایره. یک برانش از ایره ما به نام کولیک آرتری یاد میکنیم، کولیک برانش، کولیک برانش و دیگر برانش به نام سیلیاک سیکل میبخشین، سیکل برانش که سیکل برانش هم باز به دو بخش تقسیم میشه، یک انتریور و دیگه هم پوستریور، انتریور و پوستریور. و بعد از او ببینین یک شعبه دیگه هم از این قسمت منشأ میگیره از سوپریور میزانتریک آرتری که شعبه رو به نام رایت کولیک آرتری یاد میکنیم، رایت کولیک آرتری. پس ببینین حال در مورد این صحبت میکنم که اروای اسندینگ کلون توسط کدام شریان ها صورت میگیرن. اروای اسندینگ کلون یکی توسط رایت کولیک آرتری صورت میگیره. رایت کولیک آرتری از کجا منشأ گرفته بود؟ از سوپریور میزانتریک آرتری منشأ گرفته بود. سوپریور میزانتریک آرتری از کجا شد؟ از ابدومینال آورتا. بعد از او شریان دومی که در اروای اسندینگ کلون رول داره او عبارت از کولیک آرتری هست یا کولیک برانچ. خب کولیک آرتری چون شریان است، کولیک آرتری که برانشی از چی می باشه؟ برانشی از الیوسیکل آرتری می باشه. الیوسیکل آرتری برانشی از سوپریور میزانتریک آرتری می باشه. و بعد از او انتریور سیکل آرتری، پوستریور سیکل آرتری، یعنی این چهار دانه شریان ها هستند که در اروای اسندینگ کلون رول داره. پس شد اروای اسندینگ کلون. بعد از این میایم در مورد اروای یا خونرسانی چی صحبت میکنیم؟ آرتریال blood supply of transverse colon.
transverse colon. خب دومین ساحه که در موردش صحبت میکنیم عبارت از ترانسورس کولون میباشه. در ترانسورس کولون سه شریان است که در اروای از او رول داره. یکی رایت کولیک آرتری هست. خود رایت کولیک آرتری در هم در اسندنگ رول داره هم در ترانسورس رول داره. بعد از این شریان دیگه از یه منشه میگیره از سوپریور میزنتریک آرتری یک شریان دیگه منشه میگیره که ایره برامی چیاد میکنیم میدل کولیک آرتری. میدل کولیک آرتری میدل کولیک آرتری شریان دومی است که در اروای ترانسورس کولون رول می داشته باشه. پس این شد دومین شریانش، اولو شد یه هم شد دوم. بعد از او یک شریان دیگه هم است که در اروای ترانسورس کولون رول داره که را به نام لفت کولیک آرتری ما یاد میکنیم. ببینین در این قسمت در اینی ساحه یک شریان دیگه از ابدومینال آورتا منشه میگیره، این را به نام چی یاد میکنیم؟ میگیم انفیریور میزانتریک آرتری. از انفیریور میزانتریک آرتری باز یک شریان منشه میگیره به این شکل که اینی شریانه به نام چی یاد میکنیم؟ به نام لفت کولیک آرتری. لفت کولیک آرتری و اینمی لفت کولیک آرتری هست که در حقیقت در اروای چی رول داره؟ ترانسورس کولون. از کجا منشأ گرفت؟ از انفیریور میزانتریک آرتری منشأ گرفت. انفیریور میزانتریک آرتری از کجا منشأ گرفت؟ از ابدومینال آورتا منشأ گرفت. این بود اروای اسندینگ کولون و ترانسورس کولون. بعد از او در مورد اروای آرتریال بلاد سپلای چی صحبت میکنیم؟ بلاد سپلای دیسندینگ کولون صحبت میکنیم. بعد از ترانسورس کولون چیزی که آغاز میشه عبارت از دیسندینگ کولون، دی سی نوشته میکنیم یعنی دیسندینگ کولون، و بعد از دیسندینگ کولون هم آرتریال بلاد سپلای سیگموید کولون اس کولون ساده تر برای شما نوشته میکنم وقتم زیاد زایی نشه. خب اول در مورد دیسندینگ کولون صحبت میکنیم، این قسمت برای شما پاک میکنم. ببینین دیسندینگ کولون ارواش توسط لفت کولیک آرتری صورت میگیره. پس این ساحه لفت کولیک آرتری که در ترانسورس کولون رول داشت این در دیسندینگ کولون هم رول داره. در اروای دیسندینگ کولون فقط یک شریان رول داره که عبارت از لفت کولیک آرتری میباشه. همچنان بر شما گفتم که این ساحه انفیریور میزانتریک آرتری میباشه که لفت کولیک آرتری هم از اون منشأ گرفته بود. از انفیریور میزانتریک آرتری یک شریان دیگه هم منشأ میگیره به این شکل که شریان به نام سیگموید آرتری یاد میکنیم. سیگموید آرتری سیگموید آرتری ها مستقیما از انفیریور میزانتریک آرتری منشأ میگیرن و باعث اروای سیگموید کولون میشن. پس دکتر سبای عزیز ای بود بحث امروز ما که در مورد لارج انتساین صحبت کردیم. بحث ما رو در اینجا به پایان میرسانیم. خدا کنه که شما از یک سیرا مخته باشین. تا بعد خداوند یارو مدد کرده.